انشالله که خرم و خوش و سلامت هستید و کمتر نگرانی و مشغله فکری داشته باشید که البته این روزها خیلی زیاده. من ارادتمند شما هستم، ستار ددار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی و از طریق شبکه جهانی تلویزیون پاس دوشنبه، چهارشنبه، جمعه شب ها از ساعت 9 شب و روزها دوشنبه 2، سه شنبه و چهارشنبه 1 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و گرامی و نازنین هستم. میدونم پشت سر هم دیگه مثلا برای ما در آمریکا که عادت تقریبا به این مسائل نداشته مرتب داره گرفتاری ها بیشتر بیشتر میشه. خیلی خوب، کرونا بود که خودش به جای خودش، حالا این مسائل بعد از قتل این آقای فلوید، جورج فلوید، آمریکا رو به هم ریخته و اینا مزید بر علت شده و نگرانی ها بیشتره، اسلحه ها بیشتر فروش رفته و البته ما در ایران این چیزا برایشون عادیه، همیشه این چیزا بوده و زیاد مسائل به نظر میرسه زیاد تکونشو نمیده، زیاد فرق برایشون عادت کردن با این نوع کارا، کشت کشتار و حالا کرونا که همینجا اومده اونجا هم هست. و در واقع ماها تو آمریکا یا در اروپا، مخصوصا تو آمریکا، نازک نارنجی شدیم، این چیزها خیلی فشار میاره و چون میگم که همه چیز درست حسابی بوده یه دفعه هم به هم میخوره. اما در ایران داستانی که آقای خامنه ای و اطرافیانش که آقای ظریف شروع شد و بعد سخنگوی وزارت امور خارجه و بعد اون آقای قالیباف و اون یکی هم سردار رضایی و اینا شروع کرده، اصلا قابل قبول نیست، من باورم نمیشه. حالا ظریف گفت که آقا خجالت بکشید آمریکایی ها، شما چرا یه سیاه‌پوست کشتید فلان اینا، گفتم خوبش گفتن، اینم داره بالاخره یه چیزی بگه دیگه، درش مثلا خوش نگاه تو مملکت چه کشت و کشتارهایی تا حالا شده. گفتم خب آقای خامنه‌ای خودش به هر حال عقلش میگه، گفتم من این حرف نذارم چون ممکن مردم به من بخندن، بذار تو ضعیف بگه، معمولا اینجوری یکی میندازن جلو. ولی امروز خود آقای خامنه‌ای میگه، میگه شرم‌آور، جنایت کردن، این یک سیاه‌پوست رو کشتن، جنایت این اسمش. من واقعا موندم که چی بگم، واقعا وقتی میگن چهارشاخ، آدم چهارشاخ میشه، اینجوری میشه و موندم که آقای خامنه شما دیگه چی میگید، شما چی میگید؟ میگه که این یک جنایت کاملا آشکاره، یه نفر، یه پلیس، یه سیاه‌پوست کشته، جنایته، قبول دارم 100%. پس بنابراین آقای خامنه معنی جنایت میشناسه، یه مأمور پلیس بر حسب تصادف یک سیاه‌پوستی که یه کار خلاف کرده روبرو میشه و بیش از حد کنترل خودش از دست میده. حالا ما که تو اون صحنه گفتگوها نبودیم، نمیدونیم چی بوده، بالاخره میکشه، درست، کار بسیار شنیعی شد. ولی که آقای خامنه‌ای شما که خودتون وزیرتون میگه، مجلستون میگه 230 نفر تو آبان ما کشتید، این کسایی که کشته شدن، این کار جنایت نیست؟ چطور پاسبان آمریکایی که یکی میکشه جنایته، پاسبان نیروهای انتظامی سپاه بسیج جمهوری اسلامی 230 تا رو میکشه اسمش جنایت نیست؟ این که اوردر، سفارش، دستور از مقام بالاش نشه که سیاه‌پوست رو بکشه، اگرم مثل تنفر بوده از سیاه‌پوست، تنفر شخصی بوده، شما که وزیر کشورتون میاد میگه من دستور دادم و شما میاد از اون جنایت تشکر میکنید، از جنایتکارا تشکر میکنید، از سپاه بسیج که اینها رو به موقع جمع جور کردن و تازه میگید آقا 20% از اینها رو خود با سلاحهای ما کشته نشدن. اگه جنایت جنایته، پس بنابراین معنیش شما میدونید، شما چرا این حرفا رو میزنید؟ من اون روز گفتم آقا جالبه، هم علامت دستم هم هست تو برنامه قبلی، گفتم آقای ظریف این هر زبونش هم درازه، میگید که ما چرا شما کشتید، غافل از اینکه خودشون 230 تا رو. حالا امروز همین جمله که من پریروز سه روز پیش گفتم که آقای ظریف زبونش دراز، جمهوری اسلامی زبونش درازه، با دستم هم اشاره کردم، حالا همین جمله رو آقای خامنه ای امروز علیه آقای ترامپ به کار برد، گفت آدما رو میکشن زبونشون هم درازه.
همون دیگه در واقع چی بگه همین موندم. ما میگیم آقا زبون درازی نکنی. آقای خامنه‌ای توصیه که من میکنم آقای ظریف و به مقامات جمهوری اسلامی همون جمله رو به کار میکنه برای سه روز بعدش، دو روز بعدش، سه روز بعدش، و اشاره میکنن که زبونشون درازه. بذارید من یه تیکه ای از این صحبتهای آقای خامنه‌ای شو میخوام مستند باشه. چند ساعت پیش سخنرانی کردن صبح امروز از طریق تلویزیون، ببینیم این چند دقیقه، یه دقیقه است، یه دقیقه در 20 ثانیه، ببینیم که دقیقا چی گفته. فسادی که در دستگاه حاکمه آمریکا وجود داره، اون که اونجا، اینم که وضع اداره مردم، اینم برخورد با مردم، زبانشون هم درازه، مردم رو میکشن و با جنایت، با جنایت واضح و آشکار خودشون رو نشان میدن و عذرخواهی هم نمیکنن، در این حال زبانشون هم درازه، میگن حقوق بشر. اون مرد سیاهی که اونجا کشته شد ظاهرا بشر نبود و حقوقی نداشت و اینجوری است. به هر حال به نظر من ملت آمریکا، من قبلا هم یه وقت گفتم الان هم میگم، ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت‌های خودش و از این حکومتی که امروز در آمریکا هست. واقعا جا داره که ملت آمریکا احساس سرفکندگی کنه. اون کسانی هم که در چه در کشور ما، ایرانی هایی که داخل کشورمون هستن یا بعضی ایرانی هایی که خارج از کشور هستن که شغلشون حمایت از آمریکا و دفاع از آمریکا و بزک کردن آمریکا بود، اونا هم به نظر من دیگه سرشون رو بلند نمیتونن بکنن با این وضعی که الان پیش آمده. خیلی خوب، این از صحبت‌های آقای خامنه‌ای. البته من دیدم فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی که پدرش در واقع تاج سلطنت رو به آقای خامنه‌ای سپردن، براشون فراهم کردن، میگه که اگر کشتن بده چرا شما خودتون میکشید؟ بذارید این جمله شو، چون من دوست ندارم نقل قول از خودم بکنم، حرفا من خودم میزنم، ولی که قرار وقتی یه چیزی رو میگم یه کسی گفته، معمولا این نوشته یا مثلا الان ویدیوشو نشون میدم که دیگه نگن آقا مثلا به هر حال نمی کسی ممکن نگه، ولی که امانتداری خودمه که میخوام این جمله باشه. آقای خانم فائزه هاشمی میگه که مقایسه کرده که کشتشان جورج فلوید رو با برخوردهای دیماه 96 و آبان 98. میگه که کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی. آزادی و حقوق مردم، حقوق اقلیت‌ها، منتقدان و فعالان اجتماعی در ایران به شکل گسترده‌تری نقض می‌شود. کشتن یک خانم فائزه هاشمی میگه، کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست پلیس آمریکا و برخورد با اعتراضات در آنجا را باید محکوم کرد. اما کسانی در ایران آن را محکوم می‌کنند که خودشان اعمالشان بدتر از دولت آمریکاست. خانم فائزه هاشمی میفرمایند که اگر کشته شدن سیاه‌پوست در آمریکا به این میزان برای شما مهم است، چطور خودتان با آماری که خودتان داده اید 230 نفر را در تظاهرات کشتید و بیش از 2000 نفر را زخمی کردید؟ من یه حقیقتش اینه که چیزی به این اضافه نمی کنم، قضاوتش میذارم به عهده ملت ایران، مردم ایران، و خودشون ببینن که سیاه کدومه، سفید کدومه. چند تا بازرگان میبینیم و برمیگردیم با کی؟ با اردوان مفید. هفته پیش با بیژن مفید صحبت در مورد بیژن مفید که سالروز تولدش بود، روز تولدش بود، اردوان حاضر شد در این برنامه صحبت کردیم در مورد بیژن. قرار شد که این هفته در مورد خود اردوان و بهمن مفید صحبت کنیم. میریم و برمیگردیم با اردوان مفید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، وکیل تصادفات، با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود و چی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید.
844-688-9740. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرین‌های ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد. انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرین‌های بیژن همتا ندارد. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. خیلی خب، با سلام مجدد. خب این دارن شما های اردوان مفید مهمون منه دارن مرتبش میکنن. بابا حالا در واقع در ایران در همه جای دنیا وقتی میخوان بیان جلو دوربین گریم میکنند و درستشون میکنند و آرایشگر هست و فلان اینا. و الان دیدم خانم مفیدم داشت اردوان یقش درست میکرد. هرون اردوان جا سلام عرض میکنم به تو و خانم عزیزه. درود بر شما، چقدر خوشحالم از که ببینم تو آقای ستار. و هفته گذشته هم شنیدم که برنامه بسیار و حالا میتونیم که بریم سر اصل مطلب که شما برگوشید چی باید بشنیدم. حالا اولا امیر جان، صدای آقای اردوان من میبینم که یه ذره بریده و بمه. اشکالش چی رو؟ چیکار باید بکنم؟ سبکرتون چند صدا مفهوم نیست میدونم برای تماشا چیا. به هر حال ما با اردوان مفید تا داره صداشو تنظیم میکنه. صداشو از کردن که من با اردوان از 18-19 سالگی دوست بودم، رفیق بودیم. و کجا آشنا شدیم؟ تو سربازی با هم آشنا شدیم. دانشجو بودیم اون زمانا، دانشجو هفته در سال 3 هفته میرفتن تابستون اردوی فرح‌آباد لشکرک آموزش نظامی میدیدن. و بعد افسر وظیفشون دوران افسریمونم با هم دیگه تو فرح‌آباد بودیم، با هم رفیق بودیم. آمریکا هم که اومد با هم رفیق بود. خب تو ایران گفتم که بیژن با شهر قصه اردوان رو روی صحنه آورد و اونجا مطرح شد اردوان. بعد ادامه داد، رفت و کانون فکری کودکان و نوجوانان مرکز تئاترشون رو درست کرد. تا اینجا همه صحبت‌ها رو کردیم. حالا اردوان بعد از اون تو چیکار کردی؟ قبل از اجازه بدیم با ساز اول جوابتون رو بدم بعد بریم سر مطلب. برو اجازه بدید. خب خانم آقایون، با درود بر همه شما، ما امروز در شرایط کرونایی که هستیم، در این دوره چند ماه من تلاش کردم که با ساز خونه هاتون بیایم صحبت بکنیم، این روحیه باشه، امید رو از دست ندهیم در هر شرایطی. الان من کار سیاسی که نشون میدادید شما، آنچه که مهمه برای مردم اینه که یادمون باشه که ما امید داریم که به بهترین روزها که شایسته مردم ایرانه برسیم. و به همین ترتیب با نوک مژگان میزنی، با نوک مژگان میزنی، تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غمش قد مرا از پای افکن پای افکن پای افکن. چرا میزنی 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 یار، چرا میکشی 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 یار، تو با ناوک مژگان عزیز همه خلق جهانی را، جونم همه پیر و جوانی را.
آسمون به اون گپی گوشش نوشته هر کیارش خوش دله جاش نوشته هر کیارش خوش دله جاش تو بهشته بلال بلال و بیخامد خیلی کردی که با افسی خودت خیلی و اون یار همان یاریست که برای یک جا سرکار در تمام اردمان صدات بد شد اینجا باز امیر جان من نمیدونم چیکار باز کرد که صدای اردمان رو من بریده بریده این آخر بم میشتمم حتما تماشاگران هم همونجوری میشتمن حالا یا از نظر کامپیوترشون اشکاله اسکایپشون اشکاله یا ما میتونیم میدونم که از طرف اردمان اگه ما بتونیم درستش کنیم ممنون میشم حالا مال ما الان چطوره الان صدات خوبه فاصلت شاید مجبور بشی که یه ذره فاصله‌مو کمتر ممکنه آره الان چطوره الان من خوب میشتم عالی شد درسته آره. پس من مجبورم آره. آواز از اول بخونم نمیشه نه بابا جون مادرت ببین تو منو ساز خوبینو که بذاری دیگه ولکن نمیتونم باشم برو بریم در خدمت اردوان ببینید یه چیز خانم آقای خدمت رو هست کن اردوان یکی از خوشمشرب ترین آدم ها رفیقای منه خیلی خوشمشربه و خیلی دوست داره که با این خب بازیگر بزرگیه واقعا بازیگر شایسته ایه ولی که مثلا موسیقی رو خیلی دوست داره زدن خیلی دوست داره من اردوان چرا نرفتی موزیسین یا خواننده بشی چرا رفتی بازیگر شدی آقا جون وقتی که تو بازیگری همه کار میکنی وقتی خواننده ای بقیه‌اش رو نمیتونی انجام بدی من اومدم از این بر که بقیه رو انجام بدم ببین راست بعد خیلی صحبت خوبی ببین من یک شب با آقای ستار روی صحنه بودیم در یک منطقه و یک صحبتی کرد چهار تا سوال شده بود ازش که آقا ما میخوایم خواننده بشیم ستار گفت ببین خواننده شدن فقط به صدا نیست این صدا 20% کاره 80% کار تحمل ماندگاری و استواری در کارت هست نوآوری نوگرایی غیره به من که گفتم من در یه خانواده‌ای به وجود آمدم که وسط گود میدان تئاتر ما به وجود آمدیم نهایتاً در تئاتر که عنوان پدر هنرها رو یا مادر هنرها رو داره شما باید هم بتونی برقصی هم بتونی بخونی هم بتونی بیان داشته باشی هم بتونی سخن بگی و مهمتر از همه در هر شرایطی بتونی مردم رو شاد کنی آفه. مردم رو به هیجان بیاری مردم رو به فکر وابداری نهایتا ما در خانوادهمون همطور که بیژن هم خونده بهمن هم خونده من هم میخونم آواز وسیله کار ماست برای ارتباط با مردم عالی توضیح فوق‌العاده‌ای داری اردوان جان حالا برسیم به اونجایی که به هر حال ما جوان بودیم و تو ایران و دیگه تقریبا 28 سالمون 29 سالمون بود که انقلاب شد اومدیم آمریکا الان ما اصلا جوونیم ولی که تو در خیلی جوونی بعد شرقسی تو ایران فعالیت‌های دیگه‌ای کردی به نظر تو سینما رفتی درست میگم بله بله همون تو ببین من و شما یعنی نسل ما از 1350 تا 1357 شکوفایی دوران نسل ما بود این که میگن نسل سوخته و نسل فلان ماها در واقع تمام زحمتامون رو در 30 و 40 کشیده بودیم رسیده بودیم به 1350 تا 57 که بتونیم به نتیجه برسیم نهایتا من در همون دوران با استاد کریمی و سرکار خانم خوروش فیلم سینمایی حسن سیا رو بازی کردم و حسن این فیلم بودش که در میون فیلم‌های دیگری که استاد بزرگ من بهمن مفید بازی میکرد استاد ناصر ملک مطیعی بود بهروز وثوقی بود بر بچه‌های گردن کلفت سینمای ایران بودن که همه توی خط لوتیگری و جوانمردی و اینا بازی میکردن ما اومدیم تصمیم گرفتیم که سیاه بازی این آخرین نمایش ایرانی رو در واقع حفظ بکنیم توسط این سینما اگر یادت باشه خب سیاه‌بازا در واقع در پشت پستوهای خونه‌ها یه چیز داشتن به نام بنگاه شادمانی این بنگاه شادمانی ما رو آقای نوست کریمی ریاست می‌کردن بنده سیاه اونجا بودم خانم خوروش هم جزو اونجا بودن و مهناز که
هنرپیشه جوان فیلم فارسی بودم بازی میکرد. بعد از اون با دو تا دیگه من فیلم بازی کردم و بعد اومدیم توی کانون پرورش فکری کودکان. من دیگه مجموعه رفتم برای تئاتر کودکان که درست. اونم باز بحث دیگری بود. حالا تو چیز اسپوردی؟ یکی از فیلم حسن سیاه، یکی از بهمن. حالا اجازه بدید که قسمتی از فیلمت ببینیم، حسن سیاه رو ببینیم که سیاه بازی چطوره. خوندن که خوب بود، بازیگری که خوبه. نمیدونم زدن شما قراره نمره بدید. تیراندازش هم خوبه، تیراندازش هم خانم آقایان به اردوان خیلی خوبه. ما رفتیم توی تیراندازی شب، رفتیم تیراندازی، نه به خدمتتون عرض بکنم، رفتیم تیراندازی، یه دونه از پوچه ها گم شد، پیدا نمیشد. میدونی که وقتی تیراندازی سربازا میرن میگن که باید پوچه ها رو جمع بکنیم. ما تمام بعد از اون تیراندازی تموم شد، گفتن تا پوچه پیدا نشه، یه دونه کم بود، پیدا نشه ما حالا بتونید از اینجا بریم. دیگه تاریک شد، پیدا نشد، تو کوه بودیم، تو بیابون، تو وسط کوه. گفتن خب دیگه پیدا نشد، تاریک شد، نمیشد دیگه گشت. اومدیم دم پاس اسلحه خونه که اسلحه ها رو تحویل بدین، یادتون باشه ها، وقتی میرسید دم اسلحه خونه باید یه دونه کلیک بکنی، ماشه رو بزنی که خالی باشه تفنگ به اسلحه خونه بدین، به مسئولش بدین. آقا اردوان هم بغل من بود، همیشه ما تو صف بغل هم بودیم. با همه زدن نوبت من شد، منم زدم، اردوان زد، بوم، گلوله در رفت. نگو گلوله اردوان که دنبالش میگه، تو لوله گیر کرده بود، تو لوله تفنگ اردوان بود، فشنگه گیر کرده بود. و باورتون نمیشه من تپش قلبی گرفتم که مجبور شدم پنجشنبه که ما رو از سربازخونه ول کردن رفتم دکتر، چون دوا گرفتم تپش قلبم نمیستم، اصلا نمیستم. بعدش هم بگو که هر کسی به میرسید به همدیگه میگفت انشالله که فشنگتون گیر نکنه توی گوله، میگفتش که انشالله که فشنگتون توی گوله گیر نکنه. به هر کی میرسیدیم تمام سربازخونه شده بودیم. آره دیگه، ما تا صبح اونجا بودیم، دوباره پوچه فشنگ تو تفنگ اردوان گیر کرده. به هر حال به خیر گذشت. بریم به حسن سیاه. گفتم همه کار درسته، ببینیم بازیگری تو سینما و سیاه بازی. نمره میخوای بدی دیگه صد، میخوای نمره بدی به ما دیگه؟ آره دیگه، نمره است که پلوم از صده. حالا بذار تماشاگرا بهت نمره بدن. برو بریم. هر که جفت خیش را پیدا نمود، این جهان در چشم او زیبا نمود. دم ببر تا دولتت افزون شود، دم ببر تا طالعت میمون شود. هر خیالی از سرت بیرون شود، صد تاریری از غمت مجروم اگر دیوانه ای، گر نگیری زنده هم بیگانه ای. بر سر کوی بطار مسکن بگیری، یک زر زیبا و صاحب فن بگیر. این سخن را خوب از من یاد گیر، زن بگیر. آقا
حاج آقا دسته ما تیچش کس بود که دسته آقا جمال هم دعوت کردیم. والا من هم تا این فکرم کی ممکن اونا رو دعوت کردیم؟ نشوه نکردیم سب جان عزیزه حضار محترم پس از خیر مقدم و عرض تبریک این عروسی میمنت اثر اکنون بنگاه تئاترال ستاره که به دعوت خاندای جان عروس خانوم محترم به اینجا دعوت شده است بزرگترین نمایش خود را عرضه می نماید. اکنون این شما و این هنرمندان گروه ستاره بفرمایید. تو هم ترش می خواهد یالا اینجا به خلوت کنیم سوز بارو بینا هوا را عبری کردی. این شما خب نه اردمان جان خوب بود. من فکر کنم که البته گفتم که نمره تو پلمس صده چون بالاخره پارتی بازی رفیق 50 ساله من هستی جوانی و میان ساله ما بودی و هستی به هر حال حتما تماشاگران نمره خوب بدیدن. حالا من این عرض بکنم که این واژه تخت و حوزی که پیش می آمد حیات های قدیم تهران مثل حدای خونه ما ها همیشه یه دونه حوز داشت وسط. آره. این حوز رو این عروسی ها که انجام میشد میامدن روش رو تخته میداختن میشد استیج در واقع میشد اون صحنه بازی و توی این فیلم نشون میده که کرم رضایی که خدا بیا مرزدش استاد کریمی که خدا بیا مرزدش تمام بچه هایی که اطراف بودن رفتن اونکی ها اومدن شبونه این تخته ها رو خرد کرده بودن فرش رو که انداختن روش ما همه رو صحنه بودیم فردا شب همه افتادن توی حوز و این اصلا که شگفت‌انگیز بود. یکی دیگه از نکته هایی که در این فیلم بود در واقع عروسی ها رو واقعی می گرفتن یعنی شما بکن تو خیابون تو جنوب شهر تهران می رفتن اعلام می کردن چراغ می زاشتن نمیدونم فلان می زاشتن دم در آجدان می زاشتن همه اینا بود مردم رو دعوت می کرد مردم می آمدن ماها بازیگرهایی بودیم که وسطشون بودیم برای همین خیلی طبیعی به نظر می رسید. اون سال این فیلم به اصطلاح نوروز رو به عنوان نمبر وان نوروز اون سال حساب شد برای اینکه خطش متفاوت بود از اون دیگه یک نمایش موزیکال ایرانی بود نه موزیکال فرنگی درست موزیکالی که تمام موزیکش میومد استاد شریف فرهنگ شریف در واقع موزیکش رو ساخته بود در تمام این مد خب استادی مثل خانم خوروش یعنی یکی از چهره‌های بسیار بسیار درخشان که اتفاقا در همین خرداد ما هم تولدشون بود که تبریک بهشون میگم یعنی میخوام بهتون بگم این مجموعه آقای عرفی نژاد که احیانا همکار تو بود برای اینکه روزنامه نگار بودیشون اون نویسنده این کار بود و شما نمیدونید مثلا فرض کنید که ما بعد سیاه‌بازی رو که میخواستیم اصلش نگاه کنیم که استاد مستقیم من در این نو سیاه‌بازی سعدی افشار آخرین سیاه ایران بله که میرفتیم بعد میرفتیم اینا رو پیدا میکردیم تنها جایی که بود توی شهر نوشت پشت کافه مشهور کابره شکوفه نو بعد ما رو میبردن توی اون خونه که حافظ نو بود اسم این تماشا خونه ما میرفتیم میشستیم به عنوان تماشاگر سیاه‌بازی نگاه میکردیم که بعد تو عروسی بدونیم با کی داریم میریم نهایتا نوازنده ها واقعی بودن سیاسی ها بود و مام شاگردی کرده خیلی خوب اجازه بده اردمان جان بریم چند تا پیام بازرگانی ببینیم به قسمت بعدی بپردازیم که اولا یادی از بهمن مفید بکنیم که گفتی که اسمشو آوردی و بعد بریم ببینیم رژه نیویورک تو چیکار میکنه خیلی چیزا هست که دلم بخواد ما بیشتر از همه فعالیتاتو نشون بدیم پرونده‌ات که ببینیم چه جوری بریم چند تا پیام تا یه دقیقه اونم میبینیم برمیگردیم با اردمان مفید هستیم یک وکیل یک ایالت دکتر مونا دلدار وکیل تصادفات با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان منزل و یا محل کار شما همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات تا حق قانونی شما گرفته نشود وشی پرداخت نخواهید کرد بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید 844-688-9740
کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرین‌های ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد. انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن‌حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرین‌های بیژن همتا ندارد. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. الان میفرستم. خیلی خوب، برگشتیم با اردوان مفید، نسل اول خانواده مفید و کسی که در واقع دنبال روی کارهایی بود که بیژن شروع کرد، بهمن ادامه داد و خانواده‌ای هستن که همه در واقع تو کار بازیگری هستن. حالا گفتم که اردوان بیشتر حالا بازیگری که دوست داره بیشتر تو کار خوندن و موزیک و اینا هست. و اردوان صحبت بهمن کرد، بهمن مفید. اردوان جا بهمن کجاست؟ بهمن الان ایرانه و احتمالا میره برنامه ما رو نگاه میکنه، حالش خوب. و آنچه را که بهمن کرد و دفعه پیشم صحبت کردی، الان اون تیکه که ازش میذارید بعد راجبه صحبت میکنیم، برای که بهمن یک مهره اساسی در سینمای ایران بود که یک تغییری در بازیگری داد اصلا با حضور خودش در سینمای ایران. و وقتی هم که اومدیم بر همراه مرتضی عقیلی، دوست دوران مدرسه‌ای که من، مرتضی و آقای بهرام وطن پرست که امروز در شهر ما هست، اینها با هم دیگه سه نفری یار بودند و اون سه تفنگدار مشهور بازیگری تئاتر و اینا بودن، همه هم با پدر من کار کرده بودن توی کار صحنه تئاتر. بعد با آقای مرتضی عقیلی در این سوی آبها، در همین شهر لس آنجلس و شهری که جناب عالی تشریف دارید، شروع کردن به اون کارهای زیبای دو نفری، همون کاری که من و رفیق خاچاتوریان شروع کرده بودیم. بچه اومدن اینور، حالا با سبک خودشون، ابراهیم آقا و اسماعیل آقا با هم دیگه شروع کردن که کارهای فوق العاده زیبا. خب ببینید، اولا خب بهمن، یه سوال کوچولو بکنم، بیشتر میخوام وقتمون رو بذارم بیشتر ویدیو. چرا بهمن نمون آمریکا و اونطوری که باید و شاید اونجوری که انتظارات میدونم شرایط فرق میکنه، نتونست اونجوری که باید شاید بدرخشه اینجا؟ یعنی بهمن مفیدی که تو ایران اون همه موقعیت و پرستیج و کار نو به قول تو ارائه داد، چرا اینجا نتونست و مجبور شد برگرده؟ ببین اینجا چرا برگشت؟ همینه دیگه، نه دلیلش همین بود. نه ببین، شاید دو تا دیگه نام بزرگ در این شهر اومدن، سه تا در واقع. ارهام صدر تشریف آوردن اینجا، یادشون بخیر. آقای وحدت اومدن اینجا، درست. آقای میری اومدن اینجا. یادت باشه که اینها زنگای زورخونه ای رو زده بودن که ایران باهاشون میلرزید. وقتی که میان اینجا، بهمن، آخرین باری که من و بهمن رو صحنه ایم، نمایشنامه نوشتم به نام هفت دروازه که تهمتن مفید پسر بهمن همکار بود روش. درست. بعدیم اتفاقا سنفرانسیسکو شما هم دیدین و برنامه رو. بله. آنچه که مهم بود، یه روزی روی صحنه این اتفاق افتاد. گفتم که داشتم صحبت میکنم راجع به داداشم بهمن که بیش قسمت منی، گفتم این بهمن مثل ماهی میبودی که از آب گرفته بودنش، از ایران که جدا شده اصلا نمیتونه نفس بکشه. برگشت نگردش مردمو، برگشت گفت نه هر دریایی، من ماهی دریای خزر هستم. یعنی میخوام بهت بگم از نظر روحیه ماها نسل جوانتری بودیم که اولا با زبان تعامل تونستیم بکنیم. بهمن اینا که اومدن اینجا، بین هر نمایشی که ما میرفتیم رو صحنه، یا با مرتضی بود یا با دیگری که بود، اون فاصله بین اینها رو خموده میکرد، به افسردگی میرسید.
بهمن ترجیح داد که بره، مامان منم مسنتر شده بودن، که من میرم اونجا پیش مادر، دلم میخواد در خدمت این مادر باشم، و رفت تو ایران. باید این سوالو اینطوری کرد که چگونه است که بهمن مفید که بازمانده ستارگان بزرگ سینمای ایرانه در ایران کار نمی‌کنه. آره خب اونو میتونه اونو میشه فهمید که به هر حال جمهوری اسلامی نمیخواد چیزایی که از گذشته یادگاری دارن یا دلبستگی به آدمایی که در گذشته مطرح بودن دارن اجازه فعالیت نشون بدن. خیلی خب، من میگم که بریم یکی از تیکای شاهکار بهمن مفید رو در فیلم قیصر. قیصر اونجا بهروز وثوقی درخشید. بهروز وثوقی تو قیصر شد قیصر. بهمن مفیدم در واقع تو قیصر شد قیصر. شد بهمن مفید. این تیکه بهمن مفید یه تیکه نوستالژی، یه تیکه به یاد مونده، یه تیکه کلاسیکه. تو سینمای مردمی ایران، تو سینمای توده‌ای ایران، توده مردم ایران، این تیکه رو من میدونم که همه شما که تو نسل ما بودید دیدید و یادتونه. برای اونایی که ندیدن میخوام نشون بدم. موافقی اردمان؟ نگاه کنید که از بهمن مفید. تو چرا این ریختی شدی؟ چی زدتت؟ دستش درازه. کجا؟ هیچ، با من بودم، حاجی نصر، رضا پونصد، علی پرصد، آراینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ کریم آق منگور میشناسیش؟ آره، از ما نظماره که بریم دوا خوری. تو نمیری به متقاسه، از ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب جو جوش رو تق نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جم پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی تو نمیری به متقاسم خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه تو جیب ساعت زمندار اومد بیرون رفتم اومدن دم کسی نیستم بخوابیدن، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهم بغل این نرقه فروشیه، اومدم پایین یه سر کل میزونه اینجوریه زد بهم، افتادم تو جوب، گفتم هتته، گفت افت یکی گوش تو گوشم، گفتم نامرده دوش رو زد اولیش قایم تر زد، دست کلم جیبم که برم و بیام چشم وای کنندم از خونم. حالا ما همه گفتیم زدیم، شما میگین زده. آره خوبیت نره بهمن مفید، برادر اردوان و دوست من. اینجا به هر حال اردوان شاهد بهمن هر بازی هر کاری کرده لس آنجلس، من اینجا سان فرانسیسکو به سرادش دعوت کردم اومد اینجا رو صحنه بردم، هر کاری کرد. چون به هر حال هم بهمن هم مرتضی عقیلی دوستای من هستن و بهمن به هر حال از خانواده مفیدی که ویژن مفید به هر حال حالا روح شاد خیلی به من لطف داشت و گفتم آخرین مصاحبه‌ای که کرد، آخرین مصاحبه تلویزیونی با من انجام داد، قبلش هم یادم نمیاد در تلویزیون مصاحبه کرده باشه حتی در ایران، و بهمن هم به هر حال همینطور بود. ما سعی می‌کردیم تا اینجا کسش نذاریم که این کمی که اردوان میگه بهش مستولی بشه، مرتب بر کارش من میوردم اینجا و برش میبردم رو صحنه کمکش می‌کردم تا این رفت به ایران. خیلی خب، این از بهمن مفید که گفتی سلامت و سالم هستن در ایران. حالا برگردیم به خود اردوان. اردوان تو اینجا اولا اومدی دو تا یک خاله ساز میزنی و میخونی، اینا هیچ، بازیگرم که بودی هیچ، بعد الان من میبینم که باستانی کار شدی، مرشد هم هستی و شاهنامه میخونی، یک کارایی میکنی که تقریبا نادره، یعنی باستانی کاری و این چیزا الان تو اینجا تو این دوره و زمانه اصلا وجود نداره تو آمریکا. ولی که من ببینم تو رژه نیویورک میای اونجا ورزش باستانی میکنین، میل میگیرید، شاهنامه میخونید، ضرب میزنید، ضرب میشی مرشد، میشی مرشد ضرب میزنید، این تغییرات چیه؟ چرا این کاره؟ خلاصه بهم بگو، چون میخوام خیلی چیزات نشون بدم، زیادم وقت نداریم. در یک دقیقه عرض بکنم که نمایش های ایرانی یکیش زورخانه است که از هیچ جای دهان وام نگرفته. و در این پروژن پرید که میامدیم من احساس میکردم که خب رقص همه جا هست، آواز همه جا هست، ولی یک چیزی که نمایانگر ایران باشد این است. در زیر زمین خونه ما مثل زورخانه بود، پدر من همیشه هم
میل داشت، هم تخته داشت، هم بیژن، هم من، هم بهمن، همه در اونجا با هم دیگه رشد کردیم. و به خصوص اینکه سخن معنوی که از درون این زورخونه ها می آمد برای من در این دوران 40 ساله خارج از کشور این بود که ما بتونیم این فرهنگ معنوی و زیبا و جوان مردی رو در بین مردم اشاعه بدیم. این تنها کاری بود که من اونجا تونستم بکنم، ولی در طی این مدت حدود 15 مجلس نقالی من نوشتم که از برگرفته از شاهنامه بود، که یکی دو بارم خدمت خودتون اومد اونجا اجرا کردیم، که من در محافل مختلف شاهنامه رو نذاشتم که بخوابه. این شاهنامه با صورت نقالی داره اجرا میشه به صورت زورخانه با آواز با صحنه که خودت دیدی. خیلی خوب، بریم از مثلا زورخانه خیابانی اردوان مخی، زورخونه گد میخواد و نمیدن فلان اینا، نه گد، تو خیابون، اونم کجا؟ منهتن، معروفترین خیابون در منهتن، در 5 بلاک قلب منهتن در نیویورک، جشن نوروزی، رشه نوروزی، که اردوان اونجا واقعا به نظر من یک قسمتی رو به عهده گرفت، همونطور که خودش تشریح کرد، که 100% ایرانی ایرانیه. نگاه کنیم به رژه نوروزی منهتن، نیویورک و زورخانه و میلو و بقیه غذاها در این شهر بسیار معروف جهان. امروز روز بسیار بزرگی است برای ما. امروز در این پرشین پرید که می شود در واقع کارناوال ایرانی ها، ما فروردین ماه رو جشن میگیریم به عنوان روزگاری که از جمشید شاه تا به امروز این سخن بوده است. لحظه به لحظه با این چشمهای ایرانی، با این صورت ایرانی، با هفت سین خودمون، سنجد و سیر و سماق، سبزی و سبزه سمنو، با عشق، با معرفت، با آب، با آتش، با خاک، جشن نوروز گرفتیم. درود به همت بر بچه های نیویورک که توانستن تمام این خیابون مدیسن که بسیار خیابون مهمی است رو بگیرند و با ما همراه باشند که بتوانیم پهلوانی ها زیبایی های ایران زمین رو به مردم امریکا نشون بدیم. زنده است، بعضی چیزها یاد اردوان میاد، بعضی کلیپ ها یاد من میاد، که در واقع همین الان مثلا به اردوان گفتم داری اون کلیپی که در واقع شهردار هوستون وادار کرده تو جشن نوروزی بابا کرم برسه، الان این سرش پایینه داره میگرده که در واقع اون کلیپ رو بفرسته لس آنجلس، که در اتاق فرمان مهندس امیر شهرتی، کارگردان خوب فنیه، گپی خودمانی در تلویزیون پارس بتونه پخشش کنه. فرستادی اردوان؟ بله، فرستادم بگه امیر فقط باید بگیره رو تلگرام. خیلی خوب، حالا من در این فاصله میخوام ضرب من اینجاست. خدا نکنه درد داشته باشی. نه ضرب، قربون درد. آه ضرب، فکر میگی درد، درد من اینجا. در ضمن شما هی راجبه من که صحبت میکنی، من بذاریم به تماشاگرانی که دارن نگاه میکنن، شما ها ماها رو در این حالتی که دارید میبینید فراموش نکنید که این مردی که الان داره با من صحبت میکنه دوران تحصیلاتش در دوره خبرنگاری در روزگاری بود که اینا اولین دوران تحصیل کرده خبرنگاری بودن. دوم اینکه کارگردان سینمایی است، یعنی نه فقط اومده باشه تلویزیون بشینه جلوی این دوربین. زمانی که دوربین دستش بود و تو همین این خیابون منهتن میامد، تمام این شرایط یه چیزی حدود 150-160 هزار آدم اونجا جمع می شدن،
نفکر کنین 4 تا 5 تا آدم میومدن، ایشون با خانومشون میومدن، این دوربینا روی دوششون میگرفتن میومدن و درود میفرستن بهت که ببین میشد این کارو نکنی و امروز یه بقالی داشته باشی که همه ما بیام از تو سیب زمینی بخریم. ولی اینایی که وایسادن سر کار، سر این کاری که بلد بودند، تونستن تو این 40 سال یک فرهنگی رو نگه بدارن که اگر 100 سال دیگه رجوع بشه به این دوران، امیر شجره رو پیدا میکنن، میبینن که این آدم میتونست هر کار دیگری بکنه. اومد تلویزیونی رو انداخت که توی این چهره‌های متعدد فرهنگی اومدن و راجب فرهنگ ایران صحبت کردن، راجب سیاست. اینا کم نیست، اندازه ها انقدر بزرگه که در یک تاریخ نوشتاری من نمیتونم اینا رو بنویسم. اینا رو بعد در همین تاریخ شفاهی گفت که بچهای جوونی که در ایران هم دارن فکر میکنن ما بریم در اونجا اینطور اینطور میشه، اینجا این زمینه ها ساخته شد روزگاری که شما خودت و من شروع کردیم، ایرونی پیدا نمیکردیم، میترسیدن از هم دیگه، فرار میکردیم، باها ترابط نمیدونن. حالا برای اینکه من این تیکه رو بر اساس اون صحبتی که کردیم ببین، صدای ضرب اولا میاد جناب شهرتی، نگاه کن صدا میاد. آره خوبه. این ضرب یه خاصیت داره، میتونه برقصونت، میتونم ببرید تو زورخونه. این عنوان این تیکه رو من فقط اولش رو بهتون میگم بلنده، ولی فقط برای اینکه در این دوره یادمون باشه که در کجا قرار گرفتیم. همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن. به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر ندارد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن، در بسته باز کردن. و ادامه داره. به به به، آفرین اردمان. آقای ستار، شیخ بهایی در زمان شاه عباس هست، روزگاری که اسلام اروپیمون اومده، و این مرد وقتی این شعر رو می‌نویسه به تمام مسلمانانی که امروز دارن حرف منو تو گوش میکنن، همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر ندارد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. آفرین. ز مدینه تا به مکه سر و پا برهنه رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر ندارد که به روی ناامیدی در بسته باز کرد. اردمان، من تو در داخل ایران، بچه های ایران، پهلوانا، جوان مردا، اونایی که دستشون به دهنشون میرسه، بدونن این درهای ناامیدی رو باید باز کنن. خیلی خوب. اردمان، وقت زیاد داریم. امیر شهرتی به من ساین 3 دقیقه نشون میده، هی هم میگه منم سرمو تکون میدم، دارم با اون از اون زاویه یه پنجره دیگه دارم باش صحبت کنم با کامپیوتر. بریم به هوستون تکساس، اونجا که تو شهردار هوستون رو وادار کردی که رقص ایرانی بکنه شب عید. من اینو دوست داشتم شما هم ببینید، هنر اردوان در واقع در همینه که همه رو شما بکنه. نگاه کنیم. I'm not
رسیدیم. اولا تشکر از بهمن، از میگم بهمن اردوان مفید، الان داره بهمن حرف ما رو میزنه، مثل که داره برنامه رو نگاه میکنه. گفتی برحال تشکر از اردوان مفید که این تعریف رو از من کردن، ازشون ممنون هستم. برحال رفیق منه، واقعیت انتظار داشتم، خجالت هم دادی. برحال اردوان خیلی ازت ممنونم، سپاسگزارم که اومدی تو برنامه ما، سپاسگزارم. خدافظی میخوای بکنی؟ وقت خدافظیه. میخوای خدافظی کنی؟ آره دیگه، واسه خدافظی کنی. خب حالا من دارم سوال میکنم از شما. ببینی من خدافظی رو اینجوری میکنم، میگم گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کن را نیست پایان، غم مخور. به اعتقاد من آنچرا که در ایران داره رخ میده امروز، مردم ایران بدونند. تموم شده؟ نه بفرمایید، برنامه بعدی آماده است، برنامه نفرات بعدی آمادن. اردوان درود بر تو، چطوری عزیزم؟ تو ریش برای چی گذاشتی؟ آن ری آنه اونه، من یه دفعه گفتم ریش برای بردی خود بکرم. آقای پارسا اون آقای مادر شکر است نه بغلتون؟ خیلی خوشحال از این درود شده، همه در دماغی درسته وضعمون. آره ببین اردوان، اردوان همه قدیمی ها تلویزیون ملی اومدن دیگه، شجرم اومد یه جمع ما جمع شد. شروع کرد اونجا رو درست کردن، گفت اینجا تلویزیون ملیه، برای همین اسمش تلویزیون پارسه بی خودی. و رو باید بری آقای امیر شهرتی هم میشون بده همینجا یه لفظه بیا تو هم جلو بر یه امیر خان شهرتی کارگردان فنی آقای مهندس امیر شهرتی اول ما سلام فعلا. این هم اتاق فرمان تلویزیون پارس، شبکه جهانی تلویزیون پارس. اردوان ازت سپاسگزارم، از شما تماشاگر عزیز سپاسگزارم. و در پایان سپاس، سپاس بیکران و درود، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدا ایران کنیم. شب خوش.